سلام، خیلی ممنون که ارائه من حضور پیدا کردیم. من توی اصف نهم کارموزی سی اس اینترنشیپم در مورد لینک خوندم، Language Integrated Query، و توی این ارائه هم قرار هستش که در مورد ساختار یه کوئری صحبت کنم و در مورد لینک و انواع لینک پرووایدرها. بعد دو تا فرمی که ما لینک کوئری ها رو ممکنه به اون صورت ببینیم و یه چند تا اپراتور استانداردی که توی لینک وجود داره. هر کوئری از سه قسمت اصلی تشکیل میشه. یکی دیتا سورسی هستش که ما میخواییم ازش استفاده کنیم، و بعد یه پرسشی هستش که ما میخواییم از خودمون بپرسیم بر اساس اون دیتا ستمون، و بعد جوابهایی رو که به دست میاریم و بتونیم اجرا کنیم، ببینیم که چه جوابایی از اون دیتا ست به ما برگشته. مثلا داخل این کد اگر نگاه کنیم، ما یه دیتا ستی مثل یه کالکشنی مثل یه آرایه از عددها تعریف کردیم، و بعد اومدیم یه کوئری رو روش انجام دادیم به ازای هر المنتی از این دیتا ستمون، اومدیم ببینیم که کجاها اون المنت ها باقی مانده‌اش به 2 مساوی با 0 هستش، و بعد اون عددها رو اون المنت ها رو برگردیم. بعد اینکه برگردوندیم میتونیم اون کوئری رو اجرا کنیم و ببینیم که چه عددهایی در واقع بهمون برگشت داده شده. لینک همونطور که گفتم مخفف Language Integrated Query هستش، و یه قابلیتی رو که واسه ما فراهم کرده این هستش که ما رو بی‌نیاز کرده از این که به ازای هر زبونی ما بخوایم بیایم یه مجموعه ای از زبون‌هایی رو یاد بگیریم که بتونیم با دیتابیس خاصی که توی اون زبون وجود داره کار کنیم. در واقع یه سینتکس یونیکی رو فراهم کرده که بتونیم با زبون‌های مختلف با اون سینتکس یکسان بیایم از انواع دیتاست‌های مختلف استفاده کنیم. پرووایدرهای مختلفی هم لینک فراهم کرده، مثلا لینک تو آبجکت که میتونیم به صورت مستقیم با صورت درسیات لینک با کالکشن هامون کار کنیم. بعد یه سری دیتابیس های ریلیشنال وجود داره که بازم میتونیم از سینتکس های لینک برای کار کردن با اونها استفاده کنیم، و حتی میتونیم از سینتکس های همین که سینتکس هایی که ترسه لینک فراهم شده بتونیم داده هایی رو از یه سری صفحاتی که با مارکاپ لنگویج ها نوشته شدن استخراج کنیم. این لینک کوئری ها میتونن روی کالکشن هایی جواب بدن که دوتا اینترفیس مهم به اسم آی اینامرابل و آی کوئرابل رو واسه خودشون پیاده سازی کرده باشن، که البته آی کوئرابل خودش آی اینامرابل رو به ارث برده، پیاده سازی کرده داخل خودش. آی نمبرابل داخل نیم اسپیس کالکشن و آی کوئرابل داخل نیم اسپیس سیستم دات لینک هست وجود داره. ما ممکنه تیه حالا استفاده که از کوئری ها میکنیم به دوتا فرم مختلف این لینک کوئری ها رو مشاهده کنیم. یکی به فرم کوئری استرکچر هستش که یه ریزالت وریبلی داریم که تشکیل شده از میخواییم از یه کالکشنی بیایم تک تک الیمنت هاش رو بررسی کنیم و یه سری شرطی رو روش اعمال کنیم، و بعد اون کسایی که این شرط رو ارضا میکنن رو برگردونیم. یا اینکه به صورت متد ما این کار رو انجام بدیم. یه سری اکستنشن متد هایی ممکن وجود داشته باشن که ما بتونیم یه لاندا اکسپرشن رو که توی فصل های قبلی مطالعه کردیم و توی اصفه قبلی هم در موردش صحبت کردم بتونن بگن. این لاندا اکسپرشن کمک میکنه که ما یه تعریف خیلی جمع و جورتری از یه تابع، هم ورودیاش هم بدنه تابع رو به این اکستنشن متدمون بدیم، که البته بستگی به اون اپراتور یا متدی که ما داریم استفاده میکنیم توی حالا مایکروسافت داکیومنت میتونیم بریم بررسی کنیم ببینیم که به چه فرمی میتونیم اینها رو استفاده کنیم، حالا کوئری یا متد. از این اسلاید بعد یه تعدادی از اپراتورهای استانداردی رو که داخل
لینک پرووایدرها موجود هستش بررسی میکنیم. یکیش متد اپراتورهای اوردرینگ هستش. این متدها، این اپراتورها یا متدها میان دیتا سورس ما رو دریافت میکنن از ما و بر حسب یک الگوریتمی یه اوردری، یه اوردرینگی روش انجام میدن، یه ترتیبی رو روش اجرا میکنن. مثلا ordered by به صورت پیش‌فرض میاد به دیتا سورسی رو که از ما گرفته رو به صورت سودی مرتب میکنه، یا اگر ordered by descending بنویسیم، کلمه descending رو هم بعد ordered by تکرار کنیم، میاد به صورت نزولی این ترتیب رو مرتب میکنه کالکشن ما رو. یا ما میتونیم از چندین تا ترتیب پشت سر هم بر اساس فیلد های مختلف استفاده کنیم با استفاده از اپراتور های then by و then by descending. و ریورس هم متدی هستش که به ما کمک میکنه ما این کالکشنی رو که به هر ترتیبی، حالا ممکنه خیلی جا به جا باشه المنتاش، دریافت میکنیم دقیقا برعکس این ترتیب رو در خروجی ببینیم. مثلا اینجا یه مثالی هستش با اوردر بای و دن بای که اومده یک کالکشنی رو به عنوان ورودی گرفته و بعد اومده اوردر بای، این به صورت پیش فرض گفتیم اوردر بای میتونه بر اساس سعودی یعنی اسندینگ مرتب سازی رو انجام بده بر اساس طول رشته، طول کلمه هایی که داخل این کالکشن ما وجود داره و بعدم بر اساس حرف اولشون سابسترینگ 0-1 حرف اول این رشته رو بهمون برمیگرده. پس ما اول طولشون رو در نظر میگیریم و بعد هم حرف اولشون رو با مرتب سازی رو بر اساس انجام میدیم. منتها ما میتونیم از کلمه دیسندینگ هم استفاده کنیم برای اینکه تنوع بدیم به مرتب سازیمون. اینجا مثلا بر اساس اول بر اساس لنس به صورت سعودی و بعد بر اساس حرف اول به صورت نزولی، یعنی الان اینجا این ترتیب برعکس شد، توی طولای با طول یک سال مثلا 3 اومد اول اون عنصری رو قرار دادش که حرف آخرش، آخرین حرف الف با اومده توش. عملکرد های فیلترینگ میاد بر اساس یک معیاری فیلترینگ رو روی داده های ما انجام میده. دو تا اپراتور خیلی مهمی که توی این حوزه وجود داره ور هستش و تایپ آف تایپ. ور میاد بر اساس حالا اون کاندیشنی رو، اون کاندیشنی که وجود داره، مثلا لنگثش مساوی با 3 باشه تمام رشته ها رو داخل این کالکشنمون که اگر لنگثش مساوی با 3 باشه بعد مثلا ما برمیگردونه. آف تایپ هم میاد بر اساس این فیلترینگ رو بر اساس نوعی که داخل اون کالکشن ما وجود داره به همون برمیگرده. مثلا اگر ما یه کالکشن تعریف کرده باشیم از نوع اری لیست، این میتونه انواع مختلف رو داخل خودش نگه داره، رشته، عدد، اینها، و ما میتونیم بیاییم بر اساس نوعش آف تایپ استرینگ همه اون استرینگ هایی رو که داخل این کالکشن ما وجود داره واسه ما برمیگرده. مسلما این المنت 3 رو به همون برمیگرده بعد از اجرا کردن این کوئری. اپریشن های دیگه که وجود دارن پارتیشنه. از جمله اصلی ترین پارتیشن ها تیک و اسکیپ هستش و تیک فایل و اسکیپ فایل. همونطور که توی شکل میبینیم ما دوباره یه سورسی از داده ها داریم. اگر متد تیک رو با یه اینتیجری که به عنوان ورودی بهش میدیم روی این سورسمون اجرا کنیم، کوئری با این متد روش اجرا کنیم، سه تا المنت اولمون رو برمیگردونه. اسکیپ میاد دقیقاً عکس این کار رو انجام میده، یعنی سه تای اول رو رد میکنه و بقیه رو برای ما برمیگردونه. ما میتونیم حتی از ترکیب این دوتا استفاده کنیم، یعنی دوتای اول رو رد کنیم و سه تای بعدی رو بخوایم برگردونیم. متدهای دیگه که تیک فایل و اسکیپ فایل هستش، مثالی که اینجا از تیک فایل آوردن، میاد کالکشن ورودیمون رو دریافت میکنه و شرطمون رو، متدمون رو چی باید روش اجرا کنه. تا زمانی که به اولین عنصری میرسی که طولش بزرگتر از 4 هستش میتونی این مقادیر رو بهمون برگردونه. مثلا این بهمون توی اجرا کردن این کوئری توی این کالکشن بهمون 3 رو برگردونه و به 4 که میرسه 4 اولین عنصری هستش که این شرط ما رو نقض میکنه و دیگه این کوئری ما چیز رو داخل خودش ذخیره نمیکنه و همون فقط 3 رو به ما برمیگردونه. اپریشن مثل پروجکشن هم وجود داره. توی پروجکشن همونطور که توی این کود میبینیم
ما یه دیتا سورسی داریم که تشکیل شده از چند تا رشته. خب پروجکشن کلمه کلیدی سلکت میاد شرطی رو که ازش خواستیم برای این کالکشن ما اعمال میکنه. پس بنابراین فقط سابستریم از تمام رشته هایی که به داخل خودش وجود داره سابسترینگ صفرش رو به همون برمیگردونه و اونا رو میتونیم چاپ کنیم. در مقابل یه عملگر دیگهی به اسم سلکت منی وجود داره که این میتونه از چندین تا سلکت پشت سر هم تشکیل شده باشه و در واقع میاد انگار با هر سلکتی که ما داریم انجام میدیم چندین تا مجموعه واسط میسازه و نهایتاً همه اون مجموعه ها رو با هم دیگه میتونه ادغام کنه و بعد اون شرطی رو که ما میخواییم روی اون برخص اون کوئری روی اون مجموعه دادمون اعمال کنیم رو به همون اجرا کنه. مثلا اینجا میاد اول کالکشن ما رو که متشکل از دوتا رشته هستش رو میگیره به یه هر فریز، بعد میاد هر فریز ما رو بر اساس کلمه ها که با اسپیس مشخص شده جدا میکنه و یه کالکشن کلی از همه اینها تشکیل میده و بعد میاد اون کلمات رو بهمون برمیگردونه، تک تک اون کلمات رو بهمون برمیگردونه، یعنی رفته رفته هی مجموعه مون رو ریستر میکنه با هر فوری که داریم روش اجرا میکنه. یه سری اپریشن هایی هستن که جوین هستن، به اسم جوین هستن. اینها چیکار میکنن؟ خب ما ممکنه توی دیتابیس خودمون از چندین تا تیبل رو نگهداری کنیم. خب هر کدوم از این تیبل ها میتونن یک کلیدی داشته باشن که منحصر به فرد بودن هر رکوردی رو توی اون کالکشن بهمون نشون بدن توی اون تیبل. منتها در این حال ممکنه که این تیبل ها بتونن یه جوری به همدیگه ربط پیدا کنن. مثلا ما مشخصات یه ممکنه مثلا ما میتونیم یه سبدی از محصولات رو داشته باشیم، هر کسی که میره خرید میکنه یه آیتمایی رو بند داره، هر کدومشون یه اسمی دارن و یه کاتگوری دارن که متعلق به دسته ایه و هر کدوم از اون کاتگوری ها هم میتونن یه آیدی خاص خودشون داشته باشن و اسم خودشون رو داشته باشن. حالا ما میخواییم میتونیم یه کالکشنی تشکیل بدیم از تمام اینها، مثلا کلا کاتگوریش صفره، تی صفره و به این صورت، و بعد هر کدوم از اون کاتگوری ها هم مثلا بورج، نوشیدنی، میوه و سبزیجات میتونن هر کدومشون آیدی خودشون رو داشته باشن. ما با استفاده از جوین میتونیم بیایم این دوتا تیبل رو به همدیگه ربط بدیم و بفهمیم که هر کدوم از این آیتم ها چه نوعی هستن. میایم به ازای هر پروداکتی که داخل پروداکت هستش و کاتگوری که داخل کاتگوریز هستش میایم این دوتا رو بر اساس آیدی کاتگوری آیدی پروداکت و کاتگوری کاتگوری.آیدی که اگر با هم دیگه برابر باشن با هم دیگه مچ میکنیم و داخل کوئری خودمون نگه میداریم و بعد اون کوئری رو چاپ میکنیم که میبینیم میتونه تشخیص بده که کلا یه نوشیدنیه، تی یه نوشیدنیه، بعد اپل و کیوی فروت هستن و کارتم بشه. در این حال ما میتونیم از عملگر جوین، گروپ جوین استفاده کنیم که عملگر گروپ جوین میتونه به همون کمک کنه که به جای این که ما دوباره همین مقایسه رو روی آیدی ها انجام میدیم، ولی میتونیم اونها رو داخل یک گروهی نگهداری کنیم، بر اساس گروه نگهداری کنیم و بعد بیاییم اونها رو بر اساس گروه هم چاپ کنیم. خب میتونیم دسته‌بندی هاشون رو مشخص کنیم بر اساس گروهی که انجام میدیم. یه عملگرهای دیگه ای هستن به اسم گروپینگ. که یه کالکشنی رو از مثلا مثالی که اینجا آوردم یه کالکشنی از عددها هستش که بعد کوئری که می‌خوایم روش اجرا کنیم به ازای هر المنتی داخل این کالکشنمون میاد نامبرها رو بر اساس یه شرط خاصی گروه بندی می‌کنه. که یه تقسیم بعضی بر دو هستن یا نه. ست اپریشن ها هم انواع مختلفی داره. یه تعدادی اپریشن هستن که روی مجموعه ها میتونیم اعمال کنیم. مثلا دیستینگ به این صورت هستش که ما میتونیم بیاییم عنصرهای متمایز یه مجموعه رو که به عنوان ورودی گرفتیم رو تشخیص بدیم. اینجا یه مجموعه ای از سیارها گرفتیم که تعدادشون ممکنه تکراری باشه و بعد با استفاده از عملگر دیستینگ ممکنیم بیاییم اون نوعهای متمایز رو از هم دیگه تشخیص بدیم و نوعهای متمایز رو برگردونیم.
در مقابل except وجود داره که میتونه دو تا مجموعه ورودی رو بگیره و اون عنصری رو که توی مجموعه اول هست ولی توی دومی نیستش رو بهمون برگردونه. intersect میتونه بیاد اشتراک دو تا مجموعه رو بهمون برگردونه و union هم میتونه ادغام دو تا مجموعه رو بهمون برگردونه. quantifier ها عملگرهایی هستن که true or false بهمون برگردونن. containment وجود یک عنصری رو داخل مجموعه رو بررسی میکنه. any میاد ببینه آیا حداقل یک عنصری وجود داره که شرطی رو که ما ازش خواستیم رو بتونه ارضا کنه یا نه، و کوانتیفایر اول هم میاد ببینه آیا این شرطی که من خواستم توسط همه اعضای اون مجموعه ارضا میشه یا نه. در این صورت اگر توسط همه ارضا بشه میتونه رو برگردونه. یه عملگر دیگه وجود داره سیکوئنس ایکوال که میاد دو تا مجموعه ورودی رو میگیره و تساوی اون دو تا مجموعه رو هم از لحاظ محتوای اون دو تا مجموعه هم از لحاظ ترتیب عناصر اون دو تا مجموعه بررسی میکنه. خب اینجا به همون true رو برمیگردونه با این کدی که من آوردم، ولی اگر جای این one و true رو عوض کنم و دوباره این دو تا مجموعه رو با این sequence equal بخوام یک query روش انجام بدم، false رو به هم برمیگردونه به خاطر اینکه ترتیبشون یکسان است. یه سری element operator ها وجود دارن که به صورت خاص روی یک element اجرا میشن. مثلا element at میاد یه ایندکسی رو میگیره به عنوان ورودی و عنصری رو که داخل اون ایندکس هستش رو به همون برمیگرده. در صورتی که ایندکس روی کالکشن ما ولید نباشه، ما باید یه دیفالت ولیوی ست کرده باشیم که در اون شرایط به همون اون دیفالت ولی رو برگردونه. first و last هم همینطور هستش، عنصری اول و آخر آرایه رو برمیگرد و برمیگردونن در صورتی که موجود نباشن دیفالت ولیوشون رو برمیگردونه. سینگل هم یه شرطی رو از ما میگیره و تنها عنصری رو که اون شرط رو ارضا میکنه رو برای ما برمیگردونه. در غیر این صورت مقدار دیفالت رو برمیگردونه. ممکنه داخل مجموعه همون چند تا عنصر باشن که این شرط ما رو ارضا میکنن، در اون صورت این تابع ما یه اکسپشنی رو حالا اجرا میکنه که بیشتر از یک آیتم داره این شرط ما رو ارضا میکنه. اگریگیشن متد هم متد هایی هستن که روی یه مجموعه داده اعمال میشن و نهایتا یک مقدار رو برای ما برمیگردن، مثلا جمع، ماکسیموم، میانگین یا هر چیز دیگه. ما حتی میتونیم یه تابع کاستومایز شده رو هم برای این اگریگیشن متد ها در نظر بگیریم. کانورژن متد ها متد هایی هستن که میتونن یه نوع تایپی رو که گرفتن رو به همون برگردونن. باعث از کستین ما میتونیم به صورت اندیویژوال روی اون ابجکتی رو که میگیریم به صورت منفرد نوعش رو عوض کنیم، ولی این روی تایپ هایی رو که این تایپ های از نوع آی اینامرابل و آی اکورابل قابل اجرا نیستن. برای عوض کردن تایپ اینها میتونیم از اینامرابل استفاده کنیم که هر کالکشنی رو که بگیره به صورت کالکشنی رو که اینامرابل رو داخل خودش پیاده سازی کرده باشه برمیگردونه. از کوئرابل هر کالکشنی رو که اینامرابل داخلش پیاده سازی شده باشه رو تبدیل به کوئرابل میکنه. و کالکشن های دوباره متد هایی وجود دارن که یه کالکشن هایی رو میگیرن و به مقدار های به نوع های خاصی تبدیل میکنن، مثلا اری، لیست، دیکشنری یا لوکاپ. لوکاپ یه دیکشنری خاصی هستش که وان تو منی رو پیاده سازی میکنه. مثلا میتونه بیاد ماشین ها رو بر اساس حرف اولشون مرتب سازی کنه. اینجا یه ماشین هایی وجود داره که یه دیتا ستی از اون خاصیت ماشین ها ایجاد میکنیم و بعدش هم میاد بر اساس حرف اول الفباشون اون ماشین ها رو سورت میکنه واسه ما داخل میشن. یه سری جنریشن متد هایی وجود داره که اینها هم میان یک ورودی رو میگیرن و بر اساس حالا مقداری که گرفتن یه دنباله‌ای رو واسه ما تشکیل میده. مثلا رنج میاد یه عددی رو میگیره، از صفر تا اون عدد رو واسه ما برمیگردونه. ریپیت دو تا عدد میگیره و اولی رو به تعداد دومین عددی که گرفته واسه ما تکرار میکنه داخل یه کالکشن. و امتی هم یک مقدار خالی رو بهمون برمیگردونه. خیلی ممنون از توجهتون. لطفا اگه سوالی داریم توی قسمت کامنت ها بپرسیم. خیلی ممنونم.